به نام خدا. با سلام خدمت دانشجویان عزیز رشته معماری، در این جلسه سعی داریم تا در دنباله بحث اجزا و عناصر طرح شهری در مورد پارک‌ها، زمین‌های بازی و فضاهای سبز مطالبی را خدمت دانشجویان عزیز ارائه کنیم. همونطوری که می‌دونیم، تفریح به عنوان عاملی مهم در تأمین سلامت عمومی و بهبود جامعه مؤثر است و موجب رفاه و آسایش و دلپذیرتر شدن زندگی می گردد. تا آنجایی که امروزه بحث از در واقع شاخه ای از جغرافیا هست به نام ریکریشنال جغرافی، که هدف از این نوع بررسی برنامه ریزی برای تفریحات و گذران اوقات فراغت انسانها بر اساس اصول علمی است. در برنامه ریزی برای ایجاد پارک‌ها، زمین‌های بازی و فضاهای سبز لازم هست تا به دو نکته اساسی توجه کنیم. یک، سیستم‌های تفریحی باید شرایط مناسبی را برای گذران اوقات فراغت تمام گروه‌های سنی جامعه در طول سال یا در طول زمان به وجود آورند. این بدان معناست که در واقع در برنامه ریزی شهری و حتی در مطالعات جغرافیایی سعی میشه تا تمامی گروه‌های سنی و تمام اقشار و طبقات اجتماعی که در هر سن و موقعیت خاصی دارای در واقع نیازها و خواسته های مخصوص به خودشون هستند مورد توجه قرار بگیرند. و این همون چیزیست که امروزه ما تحت عنوان برنامه ریزی در واقع جنسیتی یا برنامه ریزی برای سنین مختلف اقشار اجتماعی ازش یاد میکنیم. دومین نکته‌ای که در برنامه ریزی پارک‌ها و زمین‌های بازی باید به اونها توجه بشه این هستش که این امکانات به آسانی در دسترس همه ساکنان شهر قرار بگیره و از ایمنی کامل برخوردار باشه. تا اونجایی که امروزه سعی شده تا در واقع تعاقب این مسئله بحث استانداردهای فضاهای بازی، بحث استانداردهای پارک‌ها و بحث استاندارد در واقع وسایل تفریحی یا وسایل بازی که برای کودکان و نوجوانان در پارک‌ها تعبیه میشه دنبال بشه و در نظر گرفته بشه و از حساسیت در واقع خاص این بحث برخوردار بشه. برای انتخاب مکان در واقع پارک‌ها، مراکز گذران اوقات فراغت و زمین‌های بازی نیز باید چهار نکته اصلی رو ما مورد توجه قرار بدیم. یک، تأمین قطع زمینی ارزان و قابل دسترس. یعنی معمولاً از اونجایی که پارک‌ها و فضاهای سبز و در واقع مراکز گذران اوقات فراغت مساحت‌های وسیعی رو باید به خودشون اختصاص بدن، باید سعی بشه تا حتی الامکان قطع زمین‌هایی در نظر گرفته بشه که دارای قیمت‌های زیاد نباشه، ارزان باشه و در عین حال قابل دسترس برای اکثر اقشار جامعه باشه. دوم، زمین‌هایی برای این منظور در نظر گرفته شود که حتی الامکان برای مصارف و ساخت و سازهای دیگر مناسب نباشد. یعنی در واقع زمین‌هایی باشه که کاربریش در واقع کاربری فضای سبز و یا کاربری گذران اوقات فراغت باشه و معمولاً به کارگیری اونها برای انواع دیگر کاربری‌ها در شهر دارای اولویت و ضرورت نباشه. البته این بدون معنا نیست که پارک‌ها و فضاهای سبز و ایجاد اونها در مراحل بعدی اولویت از نظر کاربری قرار دارن، بلکه باید سعی بشه تا مطلوبیت زمین‌هایی که برای این نوع از کاربری در نظر گرفته بشه
مورد بررسی و در واقع دقت قرار بگیره. نکته سومی که در انتخاب مکان برای ایجاد پارک‌ها و زمین‌های بازی باید به اونها اشاره کنیم این هستش که پیش از آن که بر اثر اجرای طرح‌های برنامه ریزی شهری قیمت زمین بالا رود، باید زمین‌هایی به میزان بیش از حد نیاز برای پارک‌ها و فضاهای سبز و یا مراکز گذران اوقات فراغت در واقع در اختیار شهر قرار داده بشه. این بدان معناست که ما در واقع باید سرانه های فضای سبز و پارک ها رو برای افراد ساکن در یک اجتماع مورد بررسی و محاسبه قرار بدیم و در واقع سعی بشه تا با در نظر گرفتن وسعت هر شهر و یا هر مکان سکونتی در واقع استاندارد فضای سبز و استاندارد مراکز گذران اوقات فراغت نیز در نظر گرفته بشه. نکته چهارم در برنامه ریزی انتخاب مکان برای ایجاد پارک‌ها و فضاهای سبز این هست که از طریق پاکسازی و بازیافت و یا تخلیه نواحی آلونک نشین شهرها گاهی اوقات این مکانیابی و در واقع تأمین مکان برای پارک‌ها و زمین‌های بازی و امکانات تفریحی صورت می‌گیرد. این مسئله دارای یک مزیت نیز هست و اون این که از این طریق به شهر کمک میشه تا در واقع اون مناطق آلونک نشین یا در واقع نواحی رو که در حاشیه شهرها به لحاظ اکولوژی شهری از موقعیت مناسب و مطلوبی برخوردار نیستن نیز ما بتونیم در واقع حذف کنیم و یا تغییر بدیم و تبدیل به نوعی از کاربری بکنیم که مورد استفاده قرار بگیره و برای ساکنین شهر مفید واقع بشه. در اینجا به نکته دیگری باید اشاره کنیم و اون این که پارک ها معمولا دارای انواع متفاوتی هستند و سیستم های مختلف